کوه‌ها و دشت‌ها، جنگل‌ها و جلگه‌ها، رودها و دریاها، اقوام و نژادهای مختلف انسان با ادیان و مذاهب متفاوت، علم سیاست و مرزهای جغرافیایی کشورها، همه و همه در یک واژه به هم می‌رسند: ژئوپلیتیک. ژئوپلیتیک در واقع ترکیبی که از پیشوند ژئو به معنی زمینی و پلیتیک به معنای سیاست تشکیل شده. این ترکیب در انگلیسی ژئوپلیتیکس و در آلمانی که خاستگاه اصلیشه ژئوپلیتیک و در فرانسوی ژئوپلیتیک تلفظ میشه. در فارسی معادل‌هایی مثل سیاست جغرافیایی، علم سیاست جغرافیایی و جغرافیای سیاسی برای این ترکیب ذکر شده. در کتاب دانشنامه سیاسی تألیف داریوش آشوری واژه ژئوپلیتیک اینطور تعریف شده: ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی شاخه‌ای از مطالعات سیاسی که از ترکیب جغرافیای سیاسی و علم سیاست به وجود آمده. در این مطالعه اثر عوامل جغرافیایی مثل وضعیت زمین یا فرآورده‌های طبیعی یک کشور بر سیاست اون دولت یا ملت بررسی میشه و البته اینکه چگونه اختراع‌ها و کشف‌ها ارزش عوامل جغرافیایی رو دگرگون می‌کنن هم مد نظر قرار می‌گیره. مثالی که در این دانشنامه اومده تأثیر نفت در ژئوپلیتیک منطقه خودمون یعنی خاورمیانه است. اینکه نفت به عنوان یک عامل ژئوپلیتیک در خاورمیانه در سیاست دولت‌های این منطقه و سیاست دولت‌های بزرگ نسبت به این منطقه تأثیر بسیار زیادی داشته و داره. حالا در نظر بگیرین که یه چیزی پیدا بشه و جای نفت رو به عنوان منبع انرژی بگیره. اون وقت همه چیز تو این منطقه تغییر میکنه. این خلاصه بود از تعریف فرهنگنامه از ژئوپلیتیک. اما اصلا علم ژئوپلیتیک به چه درد میخوره؟ پاسخ اینه: اونهایی که به علم ژئوپلیتیک اشراف دارند و مؤلفه های اصلیش رو درست تشخیص میدن میتونن رفتارهای سیاسی کشور، جامعه و توانمندی‌های نظامی اون رو تبیین و پیشگویی کنن و در ادامه روی اون تأثیر بذارن. حالا سوال بعدی پیش میاد: ژئوپلیتیک چه مؤلفه‌هایی داره؟ همینطور که از اسمش پیداست، نمیشه عوامل ثابتی رو برای ژئوپلیتیک برشمرد، چرا که جغرافیای هر منطقه متفاوته و در هر منطقه عوامل متفاوتی از اون جغرافیا روی سیاست تأثیر میذاره. عوامل مؤثر روی ژئوپلیتیک شامل مؤلفه‌های ثابت و متغیره. مؤلفه‌های ثابت همون پدیده‌های طبیعی هستند که معمولاً تغییر نمی‌کنن. از جمله موقعیت یک کشور روی کره زمین. اینکه یک کشور تو کدوم قاره قرار گرفته، آب و هواش چطوره، کوه‌ها و دشت‌ها و دره‌هاش چه شکلی هستند، ذخایر آب در اون کشور چه جوریه، چه رودهایی در اون جریان داره، آیا به آب‌های آزاد راه داره یا نه، و اگه داره آب‌های گرم یا سرد. چون تمام اینها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و به ویژه تصمیم‌گیری‌های نظامی تأثیر جدی دارن. به عبارت دیگه توپوگرافی یا همون شکل خارجی زمینه یک کشور یکی از عوامل ژئوپلیتیکه. وسعت کشور هم از عوامل بسیار مؤثر در ژئوپلیتیکه. البته وسعت رو با مؤلفه‌های دیگه‌ای که در اون دخیل بررسی می‌کنن. مثلا کشور وسیعی مثل لیبی رو تصور کنین، تنها نوار ساحلی حاشیه مدیترانه در این کشور قابل سکونته و بیشتر این کشور رو صحراهای خشک لم‌یزرع پوشانده. خب اگه به جای این صحراها جلگه‌های حاصلخیزی قرار داشت، همه چیز در این کشور تفاوت می‌کرد. میشه وسعت رو با مؤلفه پراکندگی جمعیت هم سنجید. وسعتی ایده‌آله که با توزیع جمعیت کشور هماهنگ باشه. چون اگه وسعت کشور زیاد باشه اما جمعیتش کم، اون کشور از لحاظ دفاعی با مشکل مواجه میشه. یکی دیگه از عوامل ثابت جغرافیایی شکل هندسی کشور و شکل مرزهای اونه. به عبارت دیگه فاصله مرکز سیاسی کشور با مرزهاش. مهمترین تأثیر شکل هندسی در نحوه اعمال قدرت حکومت مرکزی بر پهنه کشوره و البته باید ملاحظات دفاعی رو هم برای زمان جنگ حساب کرد. کشورها از نظر شکل هندسی به 5 گروه تقسیم میشن: 1. کشورهای طویل یا دراز مثل شیلی. 2. کشورهای دایره‌ای یا مدور مثل فرانسه. 3. کشورهای دارای زائده یا دنباله‌دار مثل افغانستان. 4. کشورهای پاره پاره که بهترین مثالش اندونزیه. و 5.
کشورهای منگنه‌ای که بخشی از یک کشور رو در خودشون جا دادن، مثل آفریقای جنوبی. حالا بپردازیم به مؤلفه‌های متغیر در ژئوپلیتیک که اهمیتش از مؤلفه‌های ثابت خیلی بیشتره. اولین مؤلفه متغیر در ژئوپلیتیک عامل انسانیه. عامل انسانی رو از جنبه‌های مختلفی بررسی می‌کنن که ساده‌ترینش جمعیت یک کشوره. این عامل به ویژه در جنگ‌ها مد نظر قرار می‌گیره. جمعیت یک کشور رو میشه از لحاظ قومی هم بررسی کرد. اینکه جمعیت یک کشور از یک قوم هستن یا از اقوام مختلفی تشکیل شدن. ارتباط این اقوام با هم چطوره؟ آیا به یک زبان حرف میزنن یا اینکه زبان‌های متفاوتی دارن؟ تفاوت‌های قومی چه تأثیری در وحدت ملی اون کشور داشته؟ و سوالات بسیاری که میشه در این زمینه مطرح کرد. مؤلفه جمعیت رو میشه از لحاظ دین هم بررسی کرد. مثلا اینکه در یک کشور چه درصدی از جمعیت از چه دینی پیروی میکنند. این موضوع در تصمیم گیری های سیاسی و به عبارتی در ژئوپلیتیک خیلی موثره. حتی مذهب هم مهمه. مثلا در کشوری که بیشتر جمعیتش مسلمان هستن، اینکه چند درصد شیعه و چند درصد اهل سنت هستن در تصمیمات سیاسی تأثیر میذاره. یکی از مؤلفه های متغیر دیگه که در ژئوپلیتیک نقش داره منابع طبیعی کشوره. منابعی مثل طلا، الماس، آهن، مس یا از اونها مهمتر نفت و گاز میتونه سرنوشت سیاسی یک کشور رو تغییر بده و نقش و جایگاهش رو در صحنه بین المللی عوض کنه. در واقع این منابع طبیعی اساس قدرت اقتصادی کشور محسوب میشه. چه بسیار جنگ ها که برای به دست آوردن همین منابع به وجود اومدن. یکی دیگه از نمودهای منابع طبیعی حاصلخیزی خاک و استعدادهای یک کشور در زمینه کشاورزی و دامپروریه. به عبارت دیگه یک کشور به واردات غذایی وابسته است یا اینکه خودش میتونه غذای مورد نیاز مردمش رو تامین کنه. یه مؤلفه متغیر دیگه هم در ژئوپلیتیک وجود داره و اون رو میشه در نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور خلاصه کرد. نهادهای اجتماعی بر پایه رژیم سیاسی، سازمان اقتصادی، عادات، تاریخ و اعتقادات یک ملت پایه‌گذاری میشن. به همین دلیل چنین نهادهایی در هر کشور متفاوته. هرچه همبستگی نهادهای اجتماعی در جامعه بیشتر باشه، اون جامعه کمتر مورد نفوذ و سوء استفاده مادی و معنوی سیاست‌های خارجی قرار میگیره. به عبارت دیگه بافت سیاسی اجتماعی کشور هم از جمله عواملیه که در ژئوپلیتیک موثره. حالا بپردازیم به دو نمونه از تأثیر ژئوپلیتیک در دو دوره تاریخی متفاوت. اولین نمونه وضعیت ایران در زمان جنگ جهانی دومه. اون زمان ایران به دلیل وضعیت ژئوپلیتیکیش پل پیروزی نام گرفته بود، چرا که ایران نقطه وصل متفقین و به طور مشخص بریتانیا به شوروی بود. حکومت رضاخان در جنگ جهانی دوم به ظاهر اعلام بی‌طرفی کرد، اما حضور آلمانی‌ها در ایران برای انگلیس و شوروی قابل تحمل نبود. اونها به اهمیت ژئوپلیتیک ایران اشراف کامل داشتند. بریتانیا می‌خواست مانع دسترسی آلمان‌ها به منابع نفتی جنوب ایران و عراق بشه و از طرف دیگه به فکر محافظت از سرزمین‌های شرقی ایران یعنی افغانستان و در ادامه هندوستان بود. شوروی هم نگران از دست دادن منابع نفتی باکو بود. بریتانیا و شوروی به رضاخان فشار آوردن که اتباع آلمانی را از ایران اخراج کنه، اما اون که به آلمان نازی تمایل پیدا کرده بود نپذیرفت. تا اینکه انگلستان و شوروی در ساعت 4 صبح 3 شهریور 1320 به ایران حمله کردند. ارتش رضاخان هم که توان مقابله با انگلیس و شوروی را نداشت، خیلی زود تسلیم شد. در ادامه متفقین کنفرانس تهران را برگزار کردند و اعلام پیروزی کردند. در یک کلام وضعیت ژئوپلیتیک ایران در اون زمان باعث این جنگ و سرنگونی حکومت رضاخان شد. نمونه دومی که به لحاظ ژئوپلیتیک بررسی می‌کنیم جنگ ایران و عراق. خمینی از ابتدا در مورد جنگ ایران و عراق گفت جنگ یک مائده آسمانی است. خمینی برای سرکوب خواسته‌های اجتماعی و تثبیت حاکمیتش به شدت نیازمند تولید بحران بود. به همین خاطر به رغم ضعف‌ها و مشکلات نظامی که داشت، به غایت از جنگ با عراق استقبال کرد. در خرداد سال 1361، عراق از خرمشهر که بزرگترین شهر ایرانی در تصرفش بود بیرون رفت و عملاً دیگه عراق در خاک ایران حضور نداشت. در این زمان بود که رژیم خمینی بر سر یک دوراهی قرار گرفت: ادامه جنگ و یا صلح. و خمینی جنگ خانمان سوز رو انتخاب کرد. در واقعیت امر عراق به دلایل ژئوپلیتیکی
اصلا ظرفیت اشغال نظامی ایران رو نداشت. به لحاظ وسعت ایران 3 برابر عراقه. جمعیت اون زمان ایران هم حدود 3 برابر عراق بود. رشته‌کوه‌های زاگرس در غرب ایران هم به عنوان یک دیوار دفاعی مستحکم به ارتش عراق اجازه ورود نمی‌داد، چون در اساس ارتش عراق برای جنگ در دشت ساخته شده بود. بنابراین ادامه جنگ فقط و فقط خواست خمینی بود و بس. در واقع در این جنگ رژیم خمینی بود که می‌خواست عراق رو به زیر سلطه ولایت فقیه بیاره و به صدور ارتجاع بپردازه. دلایل ژئوپلیتیک اون هم روشنه. ایران و عراق 1200 کیلومتر مرز مشترک دارند. 60% جمعیت عراق شیعه است و مراقد امامان شیعه هم در این کشور قرار داره. به لحاظ جمعیت و وسعت هم 1/3 ایرانه. بنابراین عراق در بین تمام همسایه‌های ایران بهترین طعمه برای صدور ارتجاع خمینی محسوب می‌شد. حتی بعد از اشغال عراق توسط آمریکا هم رژیم ایران از این طعمه دست بر نداشت و خیلی زود عراق رو به شکل پنهان و آشکار به اشغال خودش درآورد تا بتونه حکومت مورد نظر خودش رو سرکار بیاره و به قول خودش خط دفاعیش رو در عراق ببنده تا در تهران دچار مشکل نشه. در مثال اول برای ژئوپلیتیک دیدیم که عوامل جغرافیایی طبیعی یا به عبارتی مؤلفه‌های ثابت مثل نقطه قرار گرفتن ایران در مسیر کمک رسانی به شوروی، همچنین نفت ایران و عراق و باکو و مرزهاش با مستعمرات انگلیس باعث شده بود که ایران اهمیت ژئوپلیتیک پیدا کنه. اما در مثال دوم دیگه عوامل ثابت یعنی نفت ایران و عراق مطرح نبود، بلکه مؤلفه‌های انسانی دست بالا رو پیدا می‌کرد، مثل اقوام مختلفی که در این سرزمین سکونت دارند و دین و مذهب اونها. پس تشخیص درست مؤلفه‌های اساسی در ژئوپلیتیک اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. مثال‌های بسیار زیادی در رابطه با ژئوپلیتیک وجود داره، اما چه کنیم که وقت برنامه‌مون تموم شده. پس سخن رو کوتاه می‌کنیم و تا یک واژه‌های دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.